سلام، اینجا تو فریا میخوایم با هم لیتک رو یاد بگیریم. در لیتک به راحتی میتونیم به هر تصویر یا جدولی که مد نظرمون هست کپشن اضافه بکنیم. تو قسمت 29 میخوایم به دستورات مربوط به نحوه ایجاد کپشن در بالا یا پایین تصاویر و جداول و سایر تنظیمات مربوط به اونها بپردازیم. برای درج کپشن برای تصاویر یا جداول شناور به این صورت عمل میکنیم. می‌نویسیم بیگین محیط شناورمون از هر نوعی که هستش، فلو تایپمون یا از نوع جدول یا از نوع تصویر. بعد از اون دستور کپشن رو می‌نویسیم، داخلش متن کپشنمون رو وارد میکنیم، بعد محتوای تصویر یا جدول شناورمون هستش، بعد کپشن، هدینگ و در نهایت فلو تایپ هستش. پایان یافتن محیط شناورمون. اگه بخوایم کپشن در بالای جدول یا تصویر شناورمون باشه، باید قبل از اون بنویسیم و اگه بخوایم پایینش باشه، باید بعد از اون بنویسیم. پس ببینید، این دستور امکان درج کپشن توی بالا رو میده قبل از محتوای شناور اگه نوشته بشه و پایین بعد از محتوای شناور، برای تصاویر و جداول با لیبل های فیگر و تیبل همراه با شماره گذاری اونها. یعنی اینکه لیبلی که میزنه برای تصویر اگه باشه فیگر، دو تا دو نقطه، شماره هم میزنه برش، مینویسه فیگر، شمارهش رو میزنه دو تا دو نقطه و بعد هدینگی که ما برش وارد کردیم متن کپشن رو مینویسه. و برای تیبل هم به همین صورت، مینویسه تیبل، شماره میزنه کپشن رو و در نهایت متنی که برای کپشن وارد کردیم رو مینویسه. درج کپشن در بالا قبل از محتوای شناور، پایین تصاویر و جداول شناور با لیبل های فیگر و تیبل، بدون اگه بخوایم شماره گذاری باشه یا شماره 1 و 2 رو نزنه. کافی هستش که شما کپشن رو وقتی می‌نویسید این دستور، بعدش از علامت ستاره استفاده بکنید، یعنی از ورژن ستاره دار دستور کپشن برای این کار میتونیم استفاده بکنیم. یا اینکه بیاین بعد از اینکه ببینید، برای استفاده از ورژن ستاره دار دستور کپشن هم باید از پکیج کپشن استفاده بکنیم. اینو حواستون باشه. خب حالا این پکیج کپشن دستور دیگه هم داره تحت عنوان کپشن ستاپ. فلو تایپ رو می‌نویسید تیبل یا فیگر، بعد لیبل فرمت رو می‌زنید امتی، یعنی مثلا فرمت لیبل رو می‌زنید خالی باشه. بنابراین دیگه شماره‌ای به اونها اختصاص نمیده برای لیبل‌های کپشن هاتون. بعد هم بیگین داکیومنت، بعد شروع شدن محیط شناور، کپشن اگه بخواید بالا باشه، اگه کپشن پایین تصویر یا جداول باشه که بعد از محتوای شناور اونها رو می‌نویسید، در نهایت اند فلو تایم و بعد اند داکیومنت. حالا اگه ترج کپشن در بالا باشه، قبل از محتوا، پایین بعد از محتوای شناور، تصاویر و جداول شناور با لیبل های فیگر و تیبل همراه با شماره گذاری و درج یک عنوان مجزا در فهرست مطالب، اگه بخوایم به جای اسمهای تیبلی که استفاده میکنیم، فیگر که استفاده میکنیم و یا همون عنوانی که برای کپشن استفاده میشه، توی فهرست مطالب یه عنوان مجزایی داشته باشیم، میتونیم به این صورت عمل بکنیم که قبل از دستور نوشتن، یعنی در دستور کپشن قبل از نوشتن هدینگ و متن کپشن، این متن رو وارد بکنیم. این دقیقاً چه هر عنوانی که اینجا بنویسیم، دقیقاً مستقیما میره عنوان برای فهرست مطالب با درج صفحه و تنظیماتی که مربوط به اون هست. اگه بخوایم بالا باشه، و کپشن قبل از محیط شناور نوشته میشه، اگه بخوایم پایین باشه که بعدش نوشته میشه. حالا یک سری تنظیمات مربوط به کپشن وجود داره. ببینید، خود لیبل کپشن با متنش توسط یک جدا کننده از هم جدا میشن. این جدا کننده معمولا دو تا دو نقطه هم هستش. حالا اگه بخواید این جدا کننده بین متن و لیبل کپشن رو تغییر بدید، مثلا باشه به عنوان نقطه، خب مینویسید پریود، یا فاصله باشه اسپیس بر مینویسید. میاید به این صورت عمل میکنید که از کپشن، از پکیج کپشن استفاده میکنید، که این پکیج یک دستوری داره کپشن ستاپ، داخل براکت نوع محیط نوع در واقع شناورتون رو مینویسید، اینکه فیگر یا تیبل، بعد داخل کروشه می‌نویسید لیبل سپ مساویه اسمی که برای جدا کننده هستش، مثلا پریود یعنی نقطه. بعد هم بیگین داکیومنت، بیگین فلو تایپ، بعد کپشن، محتوای شناورتون، بعد در نهایت کپشن اگه بخواید پایین باشه، اند فلو تایپ، اند داکیومنت.
اگه کالن باشه پریود یا اسپیس باشه جدا کننده به ترتیب میشه دو نقطه، کالن یعنی دو نقطه، نقطه میشه پریود. و اگه یک دونه تک فاصله بخوایم باشه سینگل اسپیس، کافیه یه اسپیس بنویسیم. حالا اگه بخوایم نام لیبل کپشنمون از تیبل و فیگری که خودش به صورت پیش‌فرض لیتگ ایجاد میکنه در واقع اسم رو تغییر بدیم از تیبل و فیگر به نام دلخواه، به این صورت عمل میکنیم که مجدداً از پکیج کپشن استفاده میکنیم، دستور کپشن ستاب رو مینویسیم، بعد اینجا فیگر یا تیبل بسته به اینکه شناورمون چیه، جدوله یا تصویره، بعد مینویسیم داخل کرچه نیم و اسم جدید رو وارد میکنیم، بعد هم بیگین داکیومنت، بیگین فلوت تایپ، کپشن در بالا، کپشن در پایین، پایان یافتن محیط شناور و در نهایت پایان یافتن سند. حالا اگه بخوایم تراز کپشنمون رو تغییر بدیم، یوز پکیج، دوباره از پکیج کپشن استفاده می‌کنیم، کپشن ستاپ، این بار می‌نویسیم جاستیفیکیشن مساوی اسم جاستیفیکیشن. مثلا اگه اینجا جاستیفیکیشن مساوی جاستیفاید باشه تراز به صورت عادیه، اگه سنترینگ باشه رگد رایت باشه یا رگد لفت به ترتیب میشه تراز در وسط، در سمت چپ و در سمت راست. پس به همین راحتی از این دستورات در بخش پریامبل سندمون میتونیم استفاده بکنیم که همگی این دستورات مربوط به پکیج کپشن هستن. با استفاده از این دستورات میتونیم ما جدا کننده بین متن کپشنمون و لیبل کپشنمون رو تغییر بدیم. همچنین میتونیم عنوان دلخواه داشته باشیم برای کپشنمون به جای نوشتن فیگر یا تیبل، و همچنین میتونیم کپشنمون رو تراز بکنیم که به صورت دیفالت هم روی همون جاستیفاید در هستش و خودش جاستیفیکیشن رو انجام میده. پس به همین راحتی برای کپشن ها میتونیم تنظیمات مختلفی با استفاده از دستورات مختلف ارائه شده توسط پکیج کپشن داشته باشیم. شما هنوز اینجایید؟ پس ویدیو برات مفید بوده. سابسکرایب بکن. خسیس هم نباش. ویدیوهای ما رو با دوستات به اشتراک بذار. کلاس سند رو با دستور داکیومنت کلاس مشخص می‌کنیم. بعد از اون سند رو با محیط داکیومنت شروع میکنیم، این رو پاک میکنم. خب میخواییم یه تصویر رو درج بکنیم داخل لیتک و برای این تصویر کپشن بزنیم و از دستورات کپشن استفاده بکنیم. چون میخوام تصویر درج کنم پس بعد از پکیج گرافیکس استفاده بکنم. و بعد از اون میزنم روی لیتک، اینکلود میکنم تصویرم رو. اوکی رو میزنم و تصویر رو برای من میاره. چون تصویر خیلی بزرگ هستش یه اسکیلی براش تعیین میکنم، اسکیل مساویه 1/10 مثلا یا 3/10. ببینیم اول چی جوریه تصویر. خب اوکی هستش. حالا میخوام کپشن در بالا و پایین تصویر ببینم که چطوری میتونم درج بکنم. بعد از بیگین داکیومنت، خب ببینید برای اینکه کپشن برای یک تصویر یا جدول کلا توی لیتک درج بشه نیازمند این هستش که داخل یک محیط شناور نوشته بشه این دستور. محیط شناور مربوط به تصویر توی لیتک محیط فیگر هستش. پس من می نویسم بیگین فیگر. خب این رو می نویسم. بعد قبل اند داکیومنت اند فیگر رو هم می زنم. این از این داخل محیط شناور استفاده کردم. حالا میخوام قبل و بعد تصویر باشه.
برای اینکه قبل و بعد در واقع اینکلود گرافیکس، برای اینکه بالای تصویر باشه، قبل از اینکلود گرافیکس باید دستور کپشن رو بنویسم. حالا داخل کروشه عنوان کپشن رو میذارم کپشن 1 و بعد از دستور اینکلود گرافیکس کپشن رو میزنم تا کپشن پایین تصویر رو هم داشته باشم. کپشن 2. خب ببینید الان به چه صورت نوشته. بالای تصویر اومده یه کپشن ایجاد کرده. عنوان این کپچر چی هستش؟ فیگر هستش، به اسم همین محیط شناور. بعد چیکار کرده؟ همزمان که اون رو عنوان براش زده، شماره گذاری هم کرده. و چون بالای دستور include graphics استفاده شده، به خاطر همین در بالای تصویر این کپشن نوشته شده. یه دو نقطه زده و در نهایت عنوان کپشن رو نوشته که من اینجا گفتم اسم کپشن من عنوانش چی باشه؟ کپشن 1 باشه، یعنی متن کپشن هم باشه کپشن 1. بعد اومده پایین هم کپشن دوم رو متنش رو نوشته که من گفتم متنش کپشن 2 باشه. دوباره دو تا دو نقطه اضافه کرده، استفاده کرده و عنوان کپشن رو هم یا همون لیبلش رو گذاشته فیگر، به اسم محیط شناور. و همزمان شماره گذاری هم کرده. این کپشن اول، شمارش پس 1. این هم کپشن دوم هست، شمارش هم 2. بعد چون عنوان مشخص نکردم برای کپشن یا همون لیبل، لیبلش رو فیگر زده به اسم محیط شناور و متن کپشن رو هم داخل کروشه هرچی که وارد کردم رو برای من نوشته. حالا من این کپشن رو برای جدول هم میتونم داشته باشم. خب من میام این یوز پکیج گرافیکس رو پاک میکنم، میرم سراغ جدول. برای اینکه کپشن استفاده بکنیم برای جدول، باید اونها رو مثل تصاویر که داخل محیط شناور قرار دادیم، باید اونها رو داخل محیط شناوری تحت عنوان تیبل قرار بدیم. خب من میام به جای فیگر مینویسم تیبل. خب این از این. بعدی رو هم مینویسم تیبل، اند میکنم. بعد میام این رو اینکلود گرافیکس رو پاک میکنم، دیگه تصویر نمیخوام داشته باشم و شروع میکنم به نوشتن جدول خودم. خب بیگین تیبل رو مینویسیم. کپشن اول میخوام تو بالای جدول قرار بگیره، همونو میذارم باشه کپشن 1. بعد وسط چیم میخوام بکنم، سنترینگ رو میزنم، میام خط بعدی و محتوای جدول رو مینویسم. روی لیتک میزنم تابیولار انوایرومنت بگین تابیولار. خب جدولم میخوام خطوط عمودی داشته باشه، دو تا سطح داشته باشیم و دو تا ستون. تراز اولی رو میزنم L، تراز ستون بعدی هم میزنم C، خط افقی هم میخوام داشته باشم H-Line، ستون بعدی 2، سطر بعدی، حالا ستون بعدی، سطر بعدی. بین این سطرها خط افقی H-Line رو هم میخوام داشته باشم و خط آخر رو هم به صورت افقی میخوام داشته باشم. خب بیگین تابیولار نوشتیم و بعد از این تابیولار کپشن دوم که میخوام پایین جدول قرار بگیره رو مینویسم. حالا کامپایل میکنم. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. مثل فیگر ما چون اومدیم جدول رو داخل محیط شناور تیبل قرار دادیم، پس تونستیم براش کپشن استفاده بکنیم. قبل از بیگین تابیولار کپشن میشه بالا با چه عنوانی یا با چه لیبلی؟ با لیبل تیبل به اسم محیط شناور و شماره گذاری کرده، چون اولین کپشنی هستش که براش نوشتیم پس شمارش 1 و متن کپشن هم گفتم کپشن 1 باشه که برای من نوشتم. و بعد از انتابیولار مدام دوباره از دستور کپشن استفاده کردم
بعد از چون انتبگولار اومده پس کپشن تو پایین جدول قرار گرفته با چه لیبلی؟ با لیبل تیبل که اسم همون محیط شناوره، شمارش رو گذاشته 2 چون کپشن اول رو استفاده کردیم، حالا شماره گذاری شده 2، بعد 2 تا 2 نقطه زده و متن کپشن دوم رو که نوشتم کپشن 2 باشه رو برای من نوشته. پس به همین راحتی من میتونم برای تصاویر و جداول خودم کپشن داشته باشم، به شرط اینکه برای استفاده از دستور کپشن باید اونها رو داخل محیط‌های شناور مربوط به هر کدوم بذارم. برای تصاویر محیط شناور فیگر و برای جداول هم محیط شناور تیبل رو باید استفاده کنم. اینجا کپشنم با شماره گذاری بود و عنوانی که زد تحت عنوان تیبل و فیگر بود. حالا اگه بخوام بدون عنوان باشه بعد چی کار بکنم؟ کافی هستش که من بیام و برای انجام این کار از یک دستوری تحت عنوان کپشن ستاپ استفاده بکنم. این دستور رو هم تو بخش پریامبل سندم می نویسم. کپشن ستاپ. خب ستاپ. بعد محیط شناور من چیه؟ تیبل. میخوام عنوان نداشت یا همون لیبل نداشته باشن کپشن ها، پس میزنم لیبل فرمت مساویه امپتی. این دستور توسط پکیجی به اسم کپشن هم ارائه میشه. خب درسته که اینجا من در واقع گفتم مثلا که محیط شناور تیبل هستش و زمانی که از این دستور کپشن ستاپ استفاده نکرده بودم عنوان محیط شناور رو برای من زده بود که همون تیبل بود و شماره داشت، الان با استفاده از دستور کپشن ستاپ با تنظیم لیبل فرمت بر روی امتی دیگه من نه شماره کپشن رو دارم نه عنوان کپشن رو دارم، یعنی فقط متن کپشن رو برای من نوشته. برای تصاویرم به همین صورت هستش. خب. به جای جدول من از تصویر استفاده کرده بودم دیگه، درسته؟ خب میتونم چیکار بکنم؟ میتونم از پکیجی تحت عنوان کپشن استفاده بکنم، بعد بیام بنویسم کپشن ست آب. محیط شناور من چی هستش؟ اسمش فیگر هستش. خب مینویسم لیبل فرمت، اینجا بر من نوشته، می‌نویسم MT. ببینید الان برای تصویرم به همین صورته، فقط تنها تفاوتش با تیبل اینه که اینجا می‌نوشتیم تیبل چون جدول بود و اینجا می‌نویسیم فیگر چون تصویر هستش. پس برای تصاویر هم می‌تونیم کپشن ها رو بدون لیبل و شماره هم داشته باشیم. یه شرط دیگه هست که شما میتونید لیست شکل‌ها رو داشته، فهرست در واقع شکل‌ها رو بنویسید داشته باشید و کپشن شماره گذاری بشه با عنوان برای فهرست مطالب هم. ببینیم که برای فهرست مطالب به چه صورت در میاد. من اینا رو پاک میکنم. الان ما تصویر داریم. خب به این صورت. من الان میام لیست شکل‌ها رو قبله بیگین فیگر برای اینکه فهرست مطالب شکل ها نشون داده بشه می‌نویسم لیست آف فیگرز. خب اینجا الان بر من نوشته. کامپایل میکنم لیست شکل ها. خب فیگر اول که این هستش، حالا برای فیگر دوم ببینید الان بیگین فیگر رو زدم، یه کپشن اول میزنم، بعد اینکلود گرافیکس رو استفاده میکنم، بعد میرم سراغ کپشن دوم و اون رو میزنم، بعد دوباره میام چیکار میکنم؟
یه شکل دیگر رو میخوام اینکلود بکنم، من این شکل رو میام دوباره اینکلودش میکنم. بعد کپشن دوم که نوشتم. ببینید الان مثلا فرض کنید که دو تا شکل داریم. خب به این صورت من این رو بزرگتر بکنم. خب که الان چون اندازه شکلامون خیلی بزرگ بوده، مثلا من وید ارزاشونو بذارم روی 5 سانتی متر بذارم، این یکی رو هم به جای اسکیل ارزش رو بذارم روی 5. خب ببینید الان کپشن ها نوشته شدن برای هر کدوم، برای شکل اول کپشن اول، برای شکل دوم هم کپشن دو متنی که گفتیم وارد کرده. بعد اومده لیست شکل ها رو موقعی که نوشته اومده چیکار کرده، این متن کپشن رو زده، صفحه رو زده توی فهرست مطالب. ما هم شماره کپشن رو داریم هم عنوانش رو داریم، یعنی هم شماره گذاری اومده هم عنوانه. پس به این راحتی ما میتونیم فهرست مطالب هم داشته باشیم، فقط کافیه که از دستور لیست آف فیگرز استفاده بکنیم. حالا اگه زمانی ما بخوایم کپشن رو داشته باشیم با شماره گذاری باشه، شماره گذاری توش انجام بشه، منتها عنوان مجزا باشه، مثلا عنوانی که دیگه توی این فهرست مطالب میاد دیگه متفاوت باشه با اون یکی، میام چیکار میکنیم؟ برای داشتن عنوان متفاوت من میام مینویسم اینجا مثلا عنوان اولی باشه پیکد 1، داخل براکت میمیسم پیکد 2. خب یه بار دیگه کامپایل درست شد. ببینید الان دیگه به جای عنوان هایی که قبل، ببینید توی قبلی متن کپشن نوشته شد، ببینید من الان اینا رو حذف بکنم. خب الان این رو کامپایل بکنم دوباره. خب بعضی وقت لازم هستش که دو سه بار کامپایل بکنید تا جواب بده. ببینید الان اینجا توی فهرست مطالب متن کپشن رو برم آورده، اون چیزی که من داخل کروشه نوشتم رو آورده. حالا اگه بخوام این چیزی که داخل کروشه هستش نباشه و چیز دیگه ای باشه، من گفتم که میتونم قبل از کروشه داخل براکت عنوان رو خودم تعیین بکنم که داخل فهرست مطالب چی باشه. یه بار دیگه کامپایل میکنم. خب ببینید الان متن تغییر پیدا کرد به اون چیزی که من داخل براکت نوشتم. پس میتونم متن مجزایی داشته باشم به اصطلاح برای عنوان تصاویرم توی لیست تصاویر. این برای تصاویر بود، این چیزی که گفتم. برای جدول هم به همین صورت میتونیم داشته باشیم. بریم سراغ جدول رو ببینیم چطور استفاده بکنیم. خب من این دستور رو پاک میکنم. بعد بگین داکیومنت، خب من میخوام لیست جداول رو داشته باشم، پس لیست آف تیبلز رو مینویسم. بعد میخوام بگم برو توی صفحه جدید، برو به صفحه جدید برای من. بعد از اینکه لیست جداول رو زدی نیو پیج، با دستور نیو پیج این اتفاق میفته. بعد میگم بیگین تیبل، چون برای درج کپشن باید داخل محیط شناور باشه. بعد که بیگین تیبل رو نوشتم میام میگم سنترینگش هم بکن وسط چین. بعد از اون میام کپشنم رو مینویسم و اون متن کپشنم رو در واقع میذارم کپشن 1. یه فاصله بدم. خب بعد از اینکه کپشن اول نوشتم، حالا سراغ بیگین تابیولار هستش.
خطوط عمودی جدول رو می نویسم. L ستون دوم می خوام وسط چین بشه. می نویسم H line. میرم خط بعدی. 1 ستون بعدی 2 سطر بعدی 3 ستون بعدی 4 سطر بعدی و دستور H line. و بین این سطر رو هم میخوام خط افقی رسم بشه، از اچ لاین استفاده میکنم. خب این از جدول اول، کپشن میاد بالا. بعد از اینکه این رو نوشتیم، ان تابیولار که جدول اول تموم شد، دوباره میایم چیکار میکنیم؟ این رو کپی میکنیم، دوباره بیگین تابیولار، دوباره همچین جدولی میخوام داشته باشم. خب L باشه C باشه به همین صورت، و این بار این یکی بیاد پایین این یکی جدول. پس بعد end tabular می نویسم caption caption 2. خب بعد end table و end document هستش. کامپایل میکنم، میگم به من نشون بده. خب لیست جداول رو آورد. حالا متنی که یا عنوانی که برای فهرست مطالب انتخاب کرده برای جداول من، که هر دوتاشون توی صفحه دومه، همون متنی هستش که من برای کپشن وارد کردم، کپشن 1 و کپشن 2. خب لیست رو اینجا که زد، بعد چیکار کرد؟ اومد برای جدول اول، اول آورد بالا، بعدم آورد پایین کپشن رو. چون قبل از محیط تابیولار نوشتیم، پس کپشن رفت بالا، کپشن اول، و بعدی رو چون بعد از این تابیولار نوشتیم اومد پایین. پس به همین راحتی میتونیم فهرست مطالب برای جداول رو بزنیم با این متنی که برای کپشن وارد کردیم. حالا اگه بخوایم عنوانش تغییر پیدا بکنه مثل تصاویر، من میزنم مثلا تیبل 2. خب و این یکی کپشن رو هم میزنم تیبل 1. یه بار دیگه کامپایل میکنم. خب ببینید الان عنوان فهرست مطالبم برای جداول تغییر پیدا کرد به عنوانی که من بهش گفتم. تیبل 1 دادم تیبل 2. پس به همین راحتی ما میتونیم کپشن هم برای جداول هم بزنیم. مشابه هم هستن، مشابه در واقع تصاویر هستش، همون کاری که میکنیم، فقط اینکه به جای اینکه مثلا برای جداول از فیگر استفاده بکنیم، برای جداول از اسمش مشخصه از محیط شناور تیبل استفاده میکنیم، برای تصاویر هم فیگر استفاده میکنیم. پس به همین راحتی. حالا همونطور که اینجا میبینید، جدا کننده در واقع این لیبل، به این تیبل یک میگن لیبل. خب لیبل این کپشنه، برای اینکه جدا بشه از متن کپشن، این جدا کننده دوتا دو نقطه است. من میتونم این جدا کننده هرم تغییر بدم نمادشون. برای این کار میتونم از پکیجی تحت عنوان کپشن استفاده بکنم. خب یک دستوری داشت این کپشن set up. خب بعد چون جدول هستش محیط شناور من برای زدن کپشن، میام این پارامتر رو label set، ببینید خودش برای من آورده، این رو میذارم نقطه باشه. period یعنی نقطه. الان ببینید دیگه دوتا دو نقطه نیست جدا کننده یه label و متن caption، یه نقطه شده. میتونه space باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه، هر جور که مد نظر خودتون هست میتونی جدا کننده رو هم تغییر بدید. برای تصاویرم به همین صورته، فقط به جای تیبل شما می نویسید فیگر. علاوه بر این که شما می تونید جدا کننده رو تغییر بدید نمادشو،
میتونید کپشن رو هم تراز بکنید، هم برای تصاویر هم برای جداول. خب پارامتری که براش وجود داره تحت عنوان جاستیفیکیشن هست. شما می‌نویسید جاستیفیکیشن مساویه، یعنی با این دستور کپشن ستاپ پارامتر مختلفی میتونید تغییر بدید که لازمش هم استفاده از پکیج کپشن هستش. من مثلا میخوام وسط چین بکنم، یا به جای مثلا وسط چین میمیسم رگت رایت چپ چین کنم مثلا. برای من مثلا میتونه راست چین بکنه، ولی خب به تحالت این هستش که توالت جاستیفاید بذارید که کار جاستیفای رو برای شما انجام بده و کاملا تراز بکنه. نذاشتیدم نذاشید فرقی نداره. پس ما با استفاده از دستور کپشن ستاپ هم میتونیم فرمت لیبل ها رو تغییر بدیم، همین که میتونیم جدا کننده کپشن و متن رو هم نمادش رو تغییر بدیم. میتونه دو نقطه باشه، میتونه اسپیس باشه، میتونه یه دونه نقطه باشه و هر چیز دیگه. علاوه بر اون با استفاده از پارامتر جاستیفیکیشن هم میتونیم تراز کردن اون کپشن ها رو هم تغییر بدیم توی کل سندمون. چرا تو کل سند؟ به خاطر اینکه تو بخش پریامبل سند اون رو نوشتیم. پس به همین راحتی میتونیم تنظیمات مختلف مربوط به کپشن ها رو با همین دستورات ساده انجام بدیم. مرسی که وقت گذاشتی این ویدیو رو تا آخر دیدی. اگه سوالی داری میتونی داخل کامنت از من بپرسی، همچنین نظرتو در مورد این ویدیو به هم بگی. ساخت یه ویدیو فرآیند زمانبر و سخت هستش. برای حمایت از کانال فریا میتونی ویدیو رو لایک کنی، همچنین لینک حمایت مالی داخل دیسکریپشن موجود هستش. با حمایت مالی از فریا ما میتونیم به تولید محتوای بیشتر و با کیفیت‌تر بپردازیم. خدا نگهدار.